سلام به بینندگان عزیز و ارجمند، خوش اومدید به بازی دوم مرحله اول حذفی یوکاپ جام حذفی یوتیوبرها. باورت میشه؟ من خودم باورم نمیشه. امروز قرار بازی بین مهدی پس و فربود فودیکو رو داشته باشیم و به نظر من بازی واقعا فوق‌العاده‌ای میتونه باشه. همچنین بازی قبلم امیدوارم دیده باشید، یه بازی واقعا هیجانی بود که بازم میگم اینجا برای عموتوری آرزوی بهبودی و موفقیت دارم که بازی قبلی حالش مقدار بد شد و مصدوم شد. امروز یکی از اعضای اسمس رو داریم که جمعمون تکمیل میشه. دوست یار عاشقان سهیل، دوستت دارم. دستتو بلیس میشه بیامون بر. ببین من بیام، ببین عاشقان دوست دارم، نمیتونم بیام بغلت کنم چون کار رو هم میخواد. سلام میکنم خدمت همه همیانان خودم در سراسر ایران، کسایی که از جام جم دارن ما رو نگاه میکنن، خیلی دوستتون دارم. دست تک تکتون رو میبوسم، عاشقتون آقا. سهیل اون چیه میخوری؟ قهوه است. قهوه رو میشه تحمل کرد ولی آدم های... آره عزیز من، آقا بذاریم کنار تمام این موضوع رو. آقا بازی امروز گفتم مهدی پس و فربود فودیکو هن، تصویرشون رو اینجا میبینیم. سینا اسب رو داریم اونور، نظر راجع به اسب چیه؟ حیوان نجیبی عزیز من. نه آقا اسب، سینا اسب، اسب عزیز ما، یکی از بچه های عزیز من فکر کنم اسب رو میگیم، خونگرم اصفهانی مونه. مهدی رو داریم از مازندران، فربود فودیکو از تهران و یارشون که من متاسفانه فعلا آشناییتی نداریم. فربود فودیکو رو با همون لازانیای محبوبش می‌سازیم که سهیل جانم من گوشیم افتاد زیر میز ولی داره اونجا صدا میاد. شما ببین چی میگه. بریم کنفرانس قبل بازی. میتونم بیام؟ من بیام. بیاین بیام، شما برید کنفرانس. به نظر در اونجایی که حریفت یوتیوبر فوتبالی نیست، با بازی روانی و وقت تلف کردن بازی رو میبره به پنالتی تا بتونه شما رو ببره؟ قطعاً میتونه این کارو بکنه. از همون جایی که خودت گفتی چون یوتیوبر فوتبالی نیست احتمالاً فوتبالشون خوب نباشه و چون خودش هم فوتبالش خوب نیست احتمالاً کسایی هم بیاره که خودشون هم فوتبال درست حسابی بلد نباشن شاید، و واسه همین شاید با بازی روانی بهشون کارو بکنه. به نظر تنها راه حذف کردن مهدی پس چه استراتژیه که باعث بشه شما به نیمه نهایی راه پیدا کنید؟ حقیقتاً بردن مهدی پس استراتژی نمیخواد، هم که بیایم تو زمین میبریمشون. دوست داری اگه به مرحله بعد راه پیدا کردی به چه تیمو بخوری و بعدش هم بری فینال؟ ببین من دوست دارم بازی بعدی، بازی که داریم با دبنیامین باشه، به خاطر اینکه احساس میکنم کلاً بین دبنیامین و خود بنیامین و حسین کلاً یه آدم فیزیکی تریه. احساس میکنم که چون آدم فیزیکیه میتونه بازیکنهای فیزیکی هم توی تیمش بیاره، واسه همین دوست ندارم خیلی به تیمشون بخوریم، چون تیم ما هم یک مقدار سنشون پایین تره. به تیم دبنیامین بخوریم یک مقدار کارمون آسون تر. از اونجایی که حریفت یوتیوبر فوتبالیه به نظرت میتونی ببریش یا نه فقط ادعان؟ ببین فوتبال همش احتمالاته. آره احتمال داره ببریم، احتمال هم داره ببازیم، بازی برد و باخته، ایشالله که میبریم. نظر راجع به کره‌ای که فرهاد برات خونده چیه و چه پیغامی براش داری؟ ببین من اصلا تیمشون رو اتفاقا دیدم کنار زمین ولی ترکیبشون رو هنوز نمیدونم. اصلا میانگین سنیشون فکر کنم بالای 30 ساله و فکر میکنم که خیلی خوب نتونم بودم و احساس میکنم که ما میتونیم این بازی رو یه نتیجه خوبی ازش بگیریم. حرف پایانی اگه داری؟ حرف پایانی این که احساس میکنم بازیکنهای خوبی تو تیممون هستن که با اینکه سنشون کمه میتونن خوب بازی بکنن. همچین حسی دارم باید، ولی بریم بازی اولو ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. دمتون گرم. ببین مهمان داریم، چه مهمانی. سلطان تئوری های نامنظم و مصدومیت های جزئی اینجا کنار ما نشسته. آقا یال خیلی شاکر همون تئوری عزیز امروز استدیومون داریم. این تای من نمیتونم تکون بخورم آقا عزیز. خوش شما یه سلام و درودی دعوتتون برابکت یوکاپ درست گفتم. خاک پاتم. نوچرام تو من یه معذرت خواهی بکنم. چرا داداش؟ زدم بچه‌ام پات چیزو. بچه‌ها زدم پاتو سرویس کردم. ببین از طرف من بذار پاتو ببوسم. نه. ببین بذار بیام اونجا پاتو بلیسم. چرا؟ نمیفوت بدی جان. بذار بیام اونجا پاتو در بوس کنم. آقا کنترل می‌کنیم سهیل آرام بخش، بعد به سهیل بزنیم. عمو جون شما نظرت راجع به این بازی چیه؟ به نظرت امروز میتونه مهدی پس روی کاغذ بگو، حالا فوتبالشون رو که ندیدی، مهدی میتونه بهتر باشه یا فربود فودیکو؟ من با مهدی پس دیگه به خاطر رفاقت و داداشی مادر، چون بازی ها رو ندیدم. به خاطر رفاقت یا اینکه داره
لیگو چیز میکنه، برگزار میکنه. بگو کدوم. نه به خاطر رفاقت، چون این دوست عزیزمون ان شاء الله حالا آشنا میشیم با هم، ولی ان شاء الله. آره ان شاء الله. در کل میگن که یه تئوری هست که میگه درسته فنی نچربی میزنی. سوهیل جون چی میزنی؟ ضربه میزنی. ضربه میزنی. من معذرت خواهی کردم آقا، دیگه بزنم پای خودم. خواستم از لحاظ تحلیل بازی خودمون بگم. ولی به نظر من آقا حسام جان، من نظرم اینه که بازی به پنالتی میکشه. من به نظرم اینه که فربد کلن این بازی میتونه با نیمه اول خوبی برگزار کنه. عاشق تمام. آقا یه نکته جانم، مثل اینکه به ما خبر دادن که ترکیبات دارن کم کم وارد زمین میشن، ما بریم ترکیبا رو ببینیم. ترکیبو ببینیم. بریم ترکیب اول، فکر کنم تیم مهدی پس رو داریم. امیر زوراد تو گل، سینا اسب، یه سینای دیگه لیورو، امیر حسین برادر مهدی که من باید اینجا ازش تشکر کنم. 3-3-1 میخوام بازی کنم. عجیبه، پارسا و مهدی نوک. من فکر کنم برادر مهدی از اون بازیکناست که میاد زمین یه پا دو پا دو پا سه پا. شما دیدی بازی به؟ بله یه بار قدیم بعد در بچگی من دیدم بازی. من عاشق ایشونم. من عاشق تو هم. ایشون یه تهچره مهدی جهانی هم داره، شما دقت با عینک کپ مهدی جهانی. بله عزیزم من عاشقم. بله آقای حسین، نظر شما چیه راجع به ترکیب هم تئوری؟ ترکیب 3-3-1 عجیبه چون تعداد کلا متفاوته با بازی اصلی، ولی کن مهدی نوکه دیگه، ببینیم چی کار میکنه. پیشبینیتون چیه؟ به نظرتون بین تمام این بازیکن‌ها بجز مهدی، مهدی رو که میدونم میگی، ولی به نظرتون بین این هفتا پلیر دیگه کی میتونه؟ ببین این دو داداش های وینگرمون خیلی تکنیکی میخورن. بله. این داداشمون بیشتر. من همینجا یه چی آره. اعلام بکنم، پارسا قراره اعجوبه این سری مسابقات بشه. من خیلی بازی پارسا پارسی پارسا ریز نقش جذابیه. یه کوتینیوی درون داره خودشه. مثل اینکه میگن بازی میخواد زود شروع شه، لطفاً ترکیب فربد هم نشون بدید که ما داشته باشیم دیگه. علی دروازه‌بان، علی دروازه‌بان. آقا ایشون شوهر عمه‌شون توی علایالدین یه مغازه به قرآن جدی داره، یه مغازه موبایل فروشی خیلی بالا. آقا یه نکته بگم، تیم فربد فوزیکو میانی سنی رو رعایت نکرده و ایشون 15 سالی هست از فوتبال خدافظی کرده، ولی افتخاری تو یوکاپ حضور دارن. آقا ربکا رو از اوین آوردین؟ نمیدونم. اسی رو داریم، احمد، علیرضا، ربکا. فربد داره سی ام سی دی ام بازی میکنه. یه چیزی که همین الان به من گفتم، میلاد قراره توی تیم مهدی بازی بکنه. باورم نمیشه. نه این گوشم نبود، این گوشم بود. میلاد اگه بچه‌ها به سختی وصل میشید به تلگرام و یوتیوب، میلاد میتونه شما رو کمک بکنه. راهکار داره، یه چیزی میفروشه که شما شمارهشو بیارید. آقا جان بگذریم اینا. میلاد فوق‌العاده آدم خوبیه. میلاد جان دست تو از راه دور میبوسم، امیدوارم بتونی بازی خوبی ارائه بدی. آقا مثل این که داره دیر میشه، دارم بازیکن ها میان داخل زمین، سوال دیگه داره دیر میشه. به نظر نتیجه چند چند میشه؟ 8-0. شما چی میگی؟ نیمه اول 2-0. آقا نکته ای که یادم رفت بهتون بگم، گزارش این بازی سهیله. سهیل میخوام اینجوری گزارش کنی بپاشه رو در و دیوار. ببین عاشقانه من برم زودتر برسم به بازی. برو استدیو، خیلی دوستتون دارم، نوکرتونم آقا. فعلا همون تئوری، شما تئوری هایی دارید. یاد خدا شروع میکنیم با یا نام الله. مرسی از حسام عزیز تو پخش، خیلی ممنونم داداش، خسته نباشی. مرسی از صدا بردار عزیزمون آقا سعید گل، ممنونم ازش. آره یک کوچولو. مرسی از آقا علیرضایی که امروز بسیار زحمت کشید. بچه محله آقا علیرضا، آقای میر، آقا اینجا مگه مراسم؟ مرسی از بابام، خیلی زحمت کشیده واسه تولد من. چی دارم میگم؟ چرت و پرت میگم. 2 تا 15 دقیقه داریم، 15 دقیقه تو این زمین، 45 دقیقه در فوتبال واقعیه. هواداران مهدی پس قلب زرد بذارن داخل کامنت ها، هواداران فربد فودیکو قلب صورتی. منم سوی سول با کوچیکتون، خیلی دوستتون دارم. داور سوت میزنه، سوت تست بود، هیچی نبود. اگه من صدامو عوض کردم لمه گزارش کریه، معذرت میخوام از شما. خداحافظ. عاشقتم. با من نبود اصلا داور، عاشقتم آمد جان. خداحافظ، خسته نباش. فکر کنم بازی جنجالی باشه، سوت آغاز مسابقه خورده میشه. تیم صورتی با رنگ بسیار زیباش پاس میده به دفاع، کاپیتان رو بسته آقای فربد فودیکو، هافک داره بازی میکنه ایشون. علیرضا با شماره 10
تیمشون فکر کنم خیلی انگیزه. صدا بردار گفت زیاد داد نزنم، اگه تو الان داد زدم معذرت میخوام از همتون. بازی هنوز شروع نشده، بسیار هیجانیه. میتیپس برادرش میتوه تو بعد دست داد، چقدر شبیه مهدیه برادر میتیپس. شماره یک آقای اسی توپو میندازه جلو، فکر کنم نمیدونه باید چی کار بکنه، ترسیده. پاس میده، سوتی میده این بازیکن، ولی هیچی از ارزشش نمیگه. چه بازیکنیه شماره 4 زرد. پاس میده به مهدی، اشتباه کردم ببخشید. سینا اسب فرهاد فودیکو ماشاءالله از اینجا معلومه. فرهاد یکی از بهترین دوستان منه، امیدوارم هر جا که هست سالم و سلامت باشه. شماره 2 حرکت سوبسینه میزنه. بازی خیلی آروم داره پیش میره. گفتم 15 دقیقه توی این زمین یعنی 45 دقیقه تو زمین فوتسال. اعتراض میکنه سینا اسب با مدل موی بسیار عجیب، شماره 7 تیم صورتی، ولی دفاع دفع میکنه. شماره 6 فکر کنم شماره 6 یکی از بهترین بازیکنان ایران باشه، پلیر تو باچه این بازی شماره 6ه. چه پاس تو خوب میده یو آمد فست در بازی با میوچولو امیر زوراد. یاد نویر افتادم اینجا. داداش مهدی پس، من فکر نمیکردم حقیقتا حسین داداش مهدی بازیش خوب باشه. تیم 6 با یه حرکت بسیار تماشایی پاس میده، پاسش سرعت بسیار بالایی داره. مهدی پس میرسه به توب یا نه؟ نه نه مهدی نرسید به توب. صدا بردار منو یه جوری نگاه میکنه که من داد بزنم بیاد بگه سوهل داد نزن. دروازه‌بان تیم صورتی آقای علی دروازه‌بان، تا الان هیچ واکنشی ندیدیم از ایشون. به نظر بازی بسیار جنجالی رو خواهیم داشت. صدا بردار دست میزنه به هاشف من. مرسی از آقا سعید عزیز. همین الان که من دارم گزارش میکنم، مادر بزرگم تو خونه ما دعوته، ولی من اینجا به عشق مهدی. فرصت برای محمد کریم‌پور، نمیزنه، میفته زمین، دوباره خطا گرفت. چی شده؟ یعنی خطا برای تیم مهدی پس میشه. من فکر کردم یه لحظه پنالتی شده. سینا اسب پاس میده به عقب برای دفاع چپ تیم مهدی. اینا به نظر مهدی اینا هجومی میخوان بازی کنن. پاس دوم برای مهدی پس، فرصت برای مهدی پس. مهدی پس بزن توی دروازه، توی دروازه. گل برای مهدی پس دوستانی. مهدی پس میاد برای خوشحالی گل، دست میده به کسی که پاس گل داده. مهدی پس گلش رو تقدیم میکنه به سوی سولبا. مهدی پس میاد جلوی دوربین، گلش رو تقدیم میکنه به سوی سولو و کیم سولوا. میگه خدا یک من یک. داور سوت میزنه. فرهاد فودیکو ناراحت. داور دوم یه نگاه من میکنه، یه لبخند زیبا و من میزنه. مرسی از آقای موسوی، داور عزیز، یکی از داوران با تجربه لیژ برتر فوتبال. حسامو بعد ببینیم حسام بعد بازی چه کار شده. ولی وای دفع کنه دفاع. مرسی از محشید عزیز سر از جانم. شماره هفت صورتی دوست داشتنی برگشت توپو ببینه میتونه گل بکنه یا نه. یه پاس عمق میده ولی بی فایده است. امیر زوراد که به من گفت قبل بازی همه گفت آقا به آسیا، ولی تو آخه نمیگم. تعویض، فرهاد درخواست تعویض میکنه. تیم فرهاد اینا یه دونه تعویضی دارن. بازی خیلی آروم در جریان. واقعا کار گزارش کردن سخته. من اینجا
فربود قول داده واسه من یه لازانیایه. خوشبختانه درست کنه فرصت داره تیم صورتی، ولی به نظر من پرس شدیدی کرده تیم زرد. تیم زرد شماره پنج تیم مهدی پس، مهدی پس یه پا دو پا میکنه، دو پا سه پا میکنه و پاس نمیده دیگه. به نظر من بس تکروی مهدی جان. شماره پنج آقای مهدی پس، خداحافظ شما، قربون شما، خداحافظی کردیم با عوامله دوست داشتنی. اوت برای تیم صورتی شده اگه اشتباه نکنم. من شماره ده آقای علیرضا میره واسه پرتو به توپ، پاس میده به شماره دو جناب آقای احمد. میگن علکیه، ما علکی نداریم. شماره نو، نو صورتی چیکار میکنه برادر؟ پاس بده، پاس بده. چه دفاعی داره تیم مهدی پس، مهدی پس شماره دو، یک و دو بسیار زیبا. شماره دو آقای احمد، شماره نو تیم صورتی، شماره نو تیم صورتی آرمین، جناح راست، جناح راست بدن میذاره. آیا داور خطا نمیگیره؟ باید بریم توی کارشناسی داخل استدیو ببینیم خطا بود یا نه. جانم جانم حسام جان، من و تو سعیدی. فرصت برای تیم زرد، یه پاس به عقب میده تیم صورتی. خب شماره یکیشون آقای اسی، اسی پاس میده به احمد جان. آقای شماره چهار رابکا، رابکا خودش میره تو، پاس تو اون بده شماره هفت. بابا همین زورا، تو چه گلری هستی؟ ماشاءالله، واقعا لقب عقاب حقته. یه سوپر سیو از امیر زورات. کورنر برای تیم فرباد فودیکو. آقای آرمین میره کورنر رو بزنه. اینا فکر کنم روی کورنر خیلی چیدن، سانت میکنه، ولی شماره دو میاره رو پا. چیکار داری میکنی جا؟ وای شماره ده بود، داره حرکات نمایشی میزنه اونجا. زدن برای تیم مهدی پس، چه توپی میندازه جلوی پسر. شماره شیش آقای سینا، تک به تک چه دفاعی میکنه آقای احسان امامی. افتخار میکنم بهت. اسیه، اسی اشتباه میکنم بعضی از اسماشون رو، اسخایی میکنم از بینندگان عزیز. همینجا تشکر کنم از پدرم آقای کین سولبا. فرصت داره تیم مهدی پس، توی دروازه، توی دروازه. چه گل سوپر گلی از آقای پارسا. پارسا جون دوست داریم، خیلی گل بسیار زیبایی بود. فکر کنم بتونه جایزه پوشکاش رو بگیره. البته دروازه‌بانم آقای علی دروازه‌بان یکم مقصر بود توی گل، ولی گل بزرگ نمیتونیم بهشون خورده بگیریم. علی جون فدا سرت. شوت شروع باسی تیم مهدی پس دو، تیم فربود صفر. میگه بیا بالا بیا بالا، ولی کو گوش شنوا. به نظر من مهدی باید یکم حواسش به دفاع باشه. اینجا میلاد جان تعویضی مهدی پس، فکر کنم دیگه الان وقتش که تعویض بشه. شماره 9 آقای آرمین، آرمین پا به توپش بد نیست به نسبت. آره تو بابا چی میگی تو؟ خب فرصت برای حسین داداش مهدی پس. من فکر نمی‌کردم واقعا فوتبالش خوب باشه. پاسو میده برای پارسا، پارسا برو، پارسا به نظر من میتونه گل باشه. و تکروی بی رویه مانع کسر ماست. به نظر من باید فربو توی بین دو نیمه وقت استراحت باید یه حالی به تیمش بده، بگه بابا اینجوری بازی نکنه، اگه اینجوری بازی کنی میبازی. چون من با فربو قبل بازی داشتم صحبت میکردم، انگیزه بسیار زیادی داشت برای جایزه مسابقه. پاس به شماره 6، شماره 6 رد جنرال چپ نفوذ میکنه، میگه فقط پاس، فقط پاس، پاس. ببین دفاع مهدی پس الکی اینجا نیست، قشنگ دارم یه طرفه اسم میکنم گزارش میکنم، ولی اشتباه است. مهدی پس
برادر عزیز منه، ولی سعی میکنم که یه طرفه گزارش نکنم. سینا اسب امروز خوش درخشیده، بازی آروم میکنه. پارسا اونور برادر مهتی میگه هی 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 پاس نمیدم ولی بهش یه سوتی از مهتی پس ما نادیده میگیریم. مهتی جان تلاشتو بیشتر کن. آقای شماره هفت به من گفت الگوش کریستیانو رونالدوست، ولی این شوتو کریستیانو میدید حالش بد شد. تعویض من تعویض کنم؟ گزارش کرد تعویض کنه؟ تعویضی مهتی پس میگه تعویض ندارن. مهتی جان حواست به تعویضیات باشه. برادر مهتی پس حسین عزیز، آقای سینا اسب، بچه ها اسب په داره تنش. من با من بود گفت چیکار میکنی اونجا، ولی فکر کنم با چون اشاره کرد به این ور من اینجا وایستادم فکر کنم با منه. شماره چهار تیم خیلی دوست داره. چه پاسی میده ولی بابا امیر زوراد چقدر امیر زوراد واقعا گلر خوبیه. به من قبل بازی گفت من 5 سال کلاس دروازه بان رفتم، من باور نمی کردم ولی بازی خیلی آروم در جریانه. یه پاس تو عمق خوشگل تیم مهدی پس با پاس تو عمق میره. پارسا میتونه گل بعدی رو بزنه یا نه، ولی علی دروازه بان کوتاه نمیاد. موقعیت دوباره برای پارسای عزیز، ولی دفاع با تجربه است میتونه اینجا خوب جبران بکنه. فرواد از پشت در این برو توی یه پا دو پا ولی جواب نمیده. هند داور میگه داوری نکنید. هند برای فکر کنم یکی دو دقیقه بیشتر. کنم دیگه آخرین موقعیت مهتینا باشه. حسین از جناح چپ داره نفوذ میکنه. کل به نظر من تاکتیک مهتینا که بسیار تاکتیک زیباییه پشت دفاع. سینا توپو از دست میده. آقای داور خطا میگیره. ولی به نظر من رابکا یکی از بهترین بازیکنان تیم صورتیه با موهای زیبایی که من خیلی مدل مورد دوست دارم. به نظر من آخرین موقعیت این بازی باشه. بعد این بازی داور سوتو خواهد زد و بعد منتظر سوت پایان بازی باشیم. آقای موسوی عزیز سوت پایان یه قول میدم بعد این سوت پایان باشه. نمیدونم سوت پایان نه، آخرین موقعیت رو میبینیم و بعد دیگه سوت پایان. امیرزوراد با پرتاب دست میخواد برسونه به حسین ولی نمیتونه. خطا برای تیم صورتی، تیم فرود فودیکو. به نظر من اگه فرود میخواد نتیجه رو برگردونه باید تیمش رو به جلو هدایت کنه. یه به نظرم دیگه واقعا به خدا این دیگه موقعیت آخره. آقای موسوی من قول داد از پشت دروازه میکشه و دیگه دفع میکنه. آقای مهتی داور سوتو میزنه. باید بریم ببینیم نیمه دوم نتیجه چی میشه. بازی با 2-0 به نفع تیم مهتی پس عزیز به نیمه دوم هدایت میشه. دوباره
دوباره ریدم صدام. ببین نفسم در نمیومد تو گزارش بازی، واقعا دارم میگم اینو. نظرت راجع به بازی چی بود؟ پیش بینی رو دیدی؟ واقعا نه. میدونستی؟ به خدا بازی ما که لایویم چجوری میدونستی؟ بازی هیچ کدومشونو ندیده بودم. اصلا مهدی پس بازی مهدی پس هم ندیده بودم حتی. نظرت چی بود کلا؟ ولی واقعا یه چاره خیلی خوب داشتن تیم مهدی پس اینا. پیش بینی درست بود راجع به وینگراشون، سرعتی و آفرین از رو چهره. واقعا آره واقعا دیگه بازی اگه تو جدی مصدوم نمی‌شدی آقای گل این رقابت رو بودی. به خاطر پیش بینیات دارم میگم، اینو جدی دارم میگم. شاید اگه دستمال یزدی رو میذاری کنار که ما سوالات زدم پای یارو رو ترکوندم بعد از حداقل از چیز جبران کنم. آقا مهدی پس گل زد. مهدی خیلی خوب بازی کرد و امیدوارم بتونه نیمه دوم خوبی هم داشته باشه. تیم مهدی نسبتاً که نه واقعا بهتر از تیم فربود بازی که فربود هم حس میکنم فقط خواست باشه. عزیز من فربود، من یه خورده ناراحت شدم. علی دروازه‌بان واقعا میتونست بهتر واکنشش نشون بده. 15 سال پیش میتونست به نظر هیچ واکنشی نشون نداد. خیلی آدم مهربون و دوست داشتنی ایشون. بله. من ایشونو قبلا تو علایالدین دیدم. آره گفتم بابا، گفتم یه گوشی 10 تومانی رو 17 تومن فروخت. آقا 100 تومن 100 اومدن. پس اخلاقم باختن یعنی نه تنها باختن. من لوازمش برام سوئیل جان میخونی یا بخونم؟ پوزیشن 45 به 55 مهدی اینا پوزیشنشون کمتر بوده ولی بردن. مالکیت پوزیشن دیگه یعنی چی؟ مال آقا من زمارم ضعیف انا بگی جلو اون پوزیشن فکر کن چی نمیدونم. نه پوزیشن او شاتسشون شوتشون آقا 3-2 بوده که دو تاش گل شده. عجیب بوده تیم فربود فوتبال. عجیب بود. گوش کن. دو تا شوت داشتن جفتش تو آفساید صفر بوده. برخلاف تیم سهیل که کلی شوت زدن هیچ کدوم تو چارچوب نبود، اینا دو تا آروم بود داداش. من عاشقتم. عاشقتم آفساید صفر بوده چون داور آفساید نداشتیم. کورنرا 1 در مقابل 1. فری کیکشون نمیدونم چجوری. تاپ 80 ضربه نمیشد به نظر کل 78 بالا تو کل لیگ. این به نظرم اعداد تطلو شده، تعداد پاساشون بوده. و جالبه تیم فربود 66 تا پاس داده که 93 تا شوت. باورتون میشه؟ حاجی بزن نپذیرم، بزن نپذیرم. ماورایی بازی کرده اصلا چه جوری؟ ببین چقدر نه یه پاسایی رو اومدم بدن ندادم ولی شمردم. 93 تا پاس ساکسسفول داشته اینا 39 تا. چه جوری؟ آقا گوش کنید، گوش کنید. من مثل اینکه ارتباطم رفت رخکن، مثل اینکه یه درگیر صحبتایی شده. بریم بریم آقا زودتر بریم تو رخکن. بعدش قرار ویدیو کال داشته باشیم با کسی که انتظارش نداری. تو کامنت ها پیش بینی کن. همین الان بنویس آقا سم اسنو کیو برداشتی آوردی. بریم برای رخکن. الان ما داریم خوب بازی میکنیم، ما تو همه چون داریم میکشیم عقب. میبینیم میندازن پشتمون میرن. رفاه لاستوش هم بندازه بره. کلا لاستوش همشون پشتشون باز بود. دفاع راست و چپ توپ میاد وسط دست سالی. بعد از سر من مثلا جمع میشه. من مثلا موقع دفاع جمع میشدن موقع حمله کامل باز میشدن. ما همین کارو کاری میگیره. آقا موقع دفاع جمع شید. باید حواسمون باشه خیلی هم دیگه ما داریم خط هافبک و دفاع رو با هم یکی میکنیم. یلا به 6 تا دفاع چینیم. راست و چپ هر کی رفت من وسطم. جام روز دهم من پوشش میدم. اونجا که وقتی میان سریع عقب این شبیه شبیه به چیز شید. حالت پرانتز برگردید. وسط جمع نشید برگردید. ببینید چی میاد. بچا بعدش هم داریم میشیم بهشونا. من اصلا کاری ندارم چم. من اندفعه یکم عقب تر بازی میکنم یکیتون بره نوک بازی کنه. کاری که مثل همون کاری کریم خوب بودش همین آخر این نیم اول نسلی به اول این کار کریم رفتی جلو خوش افر به حواسه مجده چهار دو یک نه چهار دو یک نه مواجه نه چهار سه بازی کنیم من وسطا من بالا هم بازی میکنم خوب دفاع میزنی چهار سه آره یعنی مواجه نه نه مواجه من بالا هم بازی من جلوتر از این دو تا بازی کنیم چهار سه بازی کنیم وسط سه صفر وقت دو هم خوردیم دو تا بعد نمیتونم بگم ولی بیتره کنه حاجی اصلا باورم بذار دستتو ببوسم سوهر جان نظرت راجع به رخکن چی بود؟ حاجی نزدیک بود بزنه یارو رو با دوتا خوردی دیگه چرا اینقدر بد برخورد میکنی به خدا من جدی هستم آقا من مثل اینکه ارتباط برقرار شده با آلمان آلمانه با کی؟ پیش بینی با کی؟ علی گریزی رو داریم از آلمان علی جان شما پشت خطی عزیزم صدای ما رو داری؟ الو سلام آره ساتو دارم قربونت برم علی جان عجب بازی بود آجی من الان حیف که خونه نبودم تو را بودم اوه بازی رو زنده دیدی زنده دیدم آجی چه بازی میکنم. آره آجی مهدی پس آجی خیلی تیمشون پوه
قشنگ پاسکاری خیلی رو به جلو میدادن، گل میزدن، خیلی کیف کرد. الان عموتوری رو داریم تو استودیو و همچنین سهیل سلبا. بریم برای اولین سوالو میخواد سهیل ازت بپرسه راجع به بازی. سهیل جان در بپرس. علی جان درود. یو یو چطوری خوبی؟ یو یو هوای آلمان چطوره الان؟ بابا الان حاجی گم شده، همه انداختن بیرون و اینا بدن اینا رو. بزا بیام آلمان. بیا فردا آلمان. فردا آلمان. چه سوال فوتبالی پرسیدی از من؟ نظر راجب تیم مهدی تو نیمه اول چی بود علی جان؟ ببین خیلی هست، اون دروازه‌بان اون تیم حریف که فودیکو که شوت بودش. علی دروازه‌بان که صادر کننده های موبایل هست. علی دروازه‌بان آقای علی گریزی، ایشون 16 17 سال پیش، حالا 2 سال الان اضافه شد بعد از نیمه اول از فوتبال خدافظی کردن. حالا ولی شما ببین، ولی دروازه‌بان مهدی پس حاجی بالاخره چون ادیتور من بودش خیلی خوب بازی کرد، چون بخاطر اینکه ادیتور من بود. نه مهدی، نه دروازه‌بان مهدی پس ادیتور آقای علی گریزی بوده. خب علی، بله علی، فودیکو میگم چه تاکتیکی بچینه تا بتونه نیمه دوم کامبک بزنه؟ ببین اونا کلن دفاعشون حملهشون کلن ریده، به نظر من که تسلیم بشن بهتر. حاجی من خیلی خوشحالم، من حالا بازی خودم بازی های آینده است و هنوز نمیدونم قرار تیمم چه نتیجه‌ای بگیره، ولی خوشحالم شما کارشناس اون بازی نیست. میاریم علیو، میاریم، زنگ میزنم به علی. علی جان در کل یه سوال دیگه از شما مونده بپرسیم. طبق بازی که نیمه اول دیدی، نیمه دوم به نظر چند چند میشه و مهدی بازی رو میبره یا فودیکو؟ ببین فعلا که دو هیچه، به نظر من 4-1 4-2 بازی رو برده مهدی پس. یعنی گل میزنه فربوت. ببین ولی این دروازه‌بانی از خنگ بازی، یعنی امیزو از خنگ بازی. آقا علی فر چیز دل کن دروازه شرمه من. آقا ایشون از شما 40 سال بزرگتره و نه نه امیزورا دارم میگم بابا. آها اونو دارم میگم. آره علی جان مرسی که وقت تو به ما دادی و امیدوارم که همیشه تو آلمان بتونی صحنه‌های زیبایی رو ببینی. ممنون علی جان. مرسی. من اینجا نشستم میخوام نیمه دوم ببینم. آمادم. میگم اونجا تابستون شده صندل میپوشن؟ آره آجی جاتون خالی. عاشقتم علی جان. لطفا عکس سایتتون قربونتون بهتره کنی. دوستتون دارم. آقا مرسی که بودی با ما، دوستت داریم. بریم سراغ ادامه برنامه. خدافظ علی جان. خلاص. بازیکن ها بدو بدو مثل که دارن میاد تو زمین، از اتاق فرمان دارن من میگن اینا. سهیل به نظرت توی رخکن مهدی چی به بازیکناش گفته؟ دیدی صحنه‌شو؟ به نظر من واقعا مهدی گفت ریلکس کنید، ولی فربوت فودیکو گفت اگه نبرید میزنمتون. مطمئنم عزیز منی. بریم آمادن؟ بریم آقا. بریم برای پخش. دوستتون دارم زیاد. لبخند به لباتون میاد. نام و یاد خدایی دوباره اومدیم با نیمه دوم بازی مهدی پس و فربوت فودیکو. مهدی پس تیمش یه تعویضی داشت، میلاد میم، ملقب به میلاد نمیگم ولی تعویض شد و برادرش حسین اومد بیرون. حسین الان در استراحت میکنه. شماره ده میلاد. میلاد چه پاس خوشی میده. میلاد داره با کفشای آدیداس بازی میکنه، کفشای آدیداسی از منیریه. من کفش فوتبال نداشت، به مهدی گفتم واسش بخر. مهدی گفت دیگه وقت نداریم. شماره ده میلاد. میلادی که فکر نمی‌کنه اینقدر سرعت بالا باشه. فدسر او من نوکر اینجا اومدن گفتن آب نمو برای گزارش کرد بیاریم، من گفتم فدسر. دروازه‌بان علی دروازه‌بان، ایشون برادرشون موبایل فروشی بزرگی در علایدین داره. تیم فربود اسی داره از چپ حرکت میکنه، میتونه ساند بکنه. فربود یه دستی تکون میده و میگه بابا به من پاس بده، همونو میره تو کورنر. آقای موسوی مثل عقاب حواسش به همه چی هست، میخواد کورنر رو کوتاه کنه تیم فربود. اینا با فرصت و اوت آفساید. ما اینجا وی ای آر هم داریم. وی ای آر به
آقای موسوی تو گوشش گفت آفساید. آقا سعید هم صدا بردار هم تیم وی آر رو داره کنترل میکنه. شماره 8 سینو است. این چه مدل مویه زدی تو پسر دوست داشتنی؟ شماره دو منو یاد خسروی حیدری میندازه با اون سرتوپای نامنظمش. به نظر میاد مهدی پس اومده وقت تلف کنه. سینو اسب درخواست توپ میکنه. سینو اسب شماره گزارشگر تو حتما به من بده. میگم گزارشگر، آره اشکر. فان نبود. شماره دو فرصت برای محمد علی پور. وای مهدی پس هم دفاع میکنم حمله میکنه. کم مونده توی دروازه هم دروازه بانی بکنه. داد بیزنه میگه اکبر رد نشه، اسم عموی منم اکبره. فرهاد فودیکو با اون ابهتش رو میگیره. پاس برای شماره 4 این پسر یکی از عجوبه های تیمه. یه سرتوب دیگه یاد رونالدو افتادم پسر. پارسا شماره 6 با خیلی فاصله کمی داشت گل. علی دروازه‌بان، بله پدر من داره با گوشی من زنگ میزنه. پدر جان ببخشید نمیتونم جوابتو بدم. فرصت برای رابکا، یه دونه پنالتی. خیر پنالتی نبود. جواب بدم کینگ سولا جانم پدر. قربون شما. من گزارش دارم میکنم بابا. گزارش آقا گزارش دارم میکنم. خداحافظ شما. پدر من زنگ زد بابا شدم در گزارش میکنم. ببخشید. برمیگردیم به گزارش بوده. سینا هست پاس میده به لیو رو. پارسا پاسی به مهدی پس. مهدی پس و پارسا زوج دوستا شنی شدن. منو یاد زوج نیمار و مسی میندازن. مهدی پس پاس به پارسا. پارسا پاس به سینا اسب. سینا اسب پاس به پارسا. پارسا میگه باز شو به سر گل ادب. امیر داره دیری به کشایی میزنه. این دیری یکی از دریبلای بودش که زیدان توی فینال جام جهانی 2006 به اسپانیا زد. چند بازی داشتن اسپانیا؟ بازی نداشتن با زیدان اسپانیا من بازی کردن تا حالا. فرانسه ببخش. وای فرصت برای تیم و توی دروازه گل برای فرهاد فودیکو. ایشون میگه تیرکمون نشون میده. یاده اون شعر زیبایی میافتم که انا نا 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 یه غروب آسمون انا نا من نا من نا دیرگمون او 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 چی دارم میگم چطوره بگم. رابکا یه خوشحالی خیلی عجیب و غریب میکنه به دوربین با اون مدل میره دوستش شدید. زننده گل آقای رابکا بود. ولی مهدی پس هیچ ریاکشن نشون نمیده. خیلی تشکر میکنم از سمسو داخل استدیو. مرسی سمسو از کارشناسی خوبت ممنونم. سینا اسب پاس میده به پارسا. پارسا چقدر خوبه، من خودم فن این پسر شدم. سینا اسب البته پارسا نبود. چی دارم میگم من اصلا. میلادی که وایساده و پاس نمیگیره. من انتظار دارم میلاد یه گل بزنه. خاله میلاد خانوم شمس یکی از بهترین آشپزی های داخل منطقه غرب رو انجام میده. شماره 4 دوست داشتنی پسر عزیز پارسای دوست داشتنی. پارسا میره تو پاس میده ولی پاسش نمیرسه. یه کورنر برای تیم مهدی پس. من نمیدونم این گزارش داره با ما چیکار میکنه، چرا اینجوری صحبت داره میکنه. ولی آقای خیابانی ریسپکت تو یو. آقای خیابانی تو رو خدا خدافظی نکن از گزارش. دبنیامین از بغل زمین رد میشه. یکی از معروفترین یوتیوبرهای حال حاضر کشور. صوت برای مهدی پس. ولی من فکر کنم مهدی آتش گلزنی بسیار بالایی داره. یه گل میتونه بزنه.
تشکر کردم سی بار از کنسول با تشکر میکنم من و زایید و پدرم که مادرم. فرصت برای تیم صورتی، تیم صورتی میتونه یه خطا داشته باشه. بازی خیلی آهسته داره پیش میره. مهدی پس نیازی نداره حمله بکنه. مهدی میتونه خیلی آروم کنه بازی. فرصت برای تیم صورتی. واو، صورتی مساوی کنه، بازی به پنالتی کشیده میشه. شماره 6، شماره 6 داره حرکت میکنه. سینا میتونه پاس بده. سینا بد پاس. فرصت داره شماره 7 امیر پاس میده به سینا به امیر آفساید شده بود. داوران اینجا مجهز به وی آر هستن. تیم فرباد میخواد تعویض بکنه. فرباد میخواد تیم 5 رو، بازیکن 5 رو، احسان امامی رو تعویض کنه با شماره 1 اسی. عذر میخوام اگه گزارش من بسیار سرتون. میلاد دیگه خسته شده. میلاد فکر کنم آمارش اومد دست من. یک ضربه تو به پا. میلاد شغل دیگری داره، من نمیتونم اینجا بگم اون شغل میلادو. مهدی پس برادرش عینکشو میده به یکی از بازیکن حالا سره بیرون. فرصت برای شماره آرمین پاس میده به رابکا. من نمیدونم رابکا یا رافکا. مهدی پس قامهای بلندی برمیداره، همه رو رد میکنه، میتونه. مهدی پس خودش داشت میافتاد. شماره 9 تیم صورتی آرمین داور آرمین. من به نظرم خطا بود ولی کارشناسان داوری باید در آن آوانتاژ داد. چی داری میگی ساحل سال با نوکرتم. شماره 6 تیم مهدی پس سینا و گوش باور نمیشه چی گولی خوردن. من به نظر من تقصیر علی دروازه‌بان بود. علی دروازه‌بان بیشتر دقت کن. تعویض برای تیم فرباد خودشو میره تو. علی دروازه‌بان من فن تو بودم ولی فردای سرت پیش میاد. کریستیانو رونالدو هم نتونست تو بیرام من گل بزنه. نمیدونم چه رفتی بس ولی خواستم یه ریسپکت به بیرام من بده. سوت 3-1 مهدی 3 کیپ مهدی 3 تیم فرباد 1. من به نظرم این بازی گل خواهد داشت. من نمیدونم اینجا دارم گزارش میکنم آقای محترم. با شما توپ داشت میخورد به دوربین. خسارت میلیونی داشت اینجا پیش میومد. فربود اینجوری پرتی کنه. چرا شماره 10 مهدی پس همه رو دیدی بکنه. پاس میده ولی به سینا یه پاس میدازه واسه حسین. بابا حسین تو کی بودی؟ حسین ریسپکت تو یو. ریسپکت تو تازیات یافتم بچه. شماره 7 به نظر من ایشو شبیه پسر رونالدوه. دیگه گیل صدای من بالا، گیل صدای من دیگه کفاف نداد. صدام گرفته. شماره 6 سینا پاس میده به مهدی. بابا مهدی یه گل بزن. مهدی بابا پاس نده. حالا اینجا میخواد تختی بازی درده از خود بگذره. سینا بابا بخور چیز عاشقتم. سینا
چی؟ فرباد؟ خدا وکیلی فرباد یکی از بهترین بلاگرهای آشپزیه که من میشناسم. سوسای بشامل فرباد زبان زده میهنه. من خودم مادرم فنت فرباد آفرین ادامه بده. بهترین فوتبلاگر مهدی پس داره به بیرون زمین میره. مهدی پس عصبیه. مهدی پس داره میدوه. مهدی پس کجا میای؟ آهان. مهدی پس تعویض میکنه. میلاد داره چیز برو. میلاد داره چیزهای چیز شکن میفروشه. میلاد خودش میره تو. بازو بعد کاپیتانیش اضافه است. مهدی پس تعویض میشه با میلاد میم. میلاد میم گفتم میلاد میم اسم خالش شکوفه است، یکی از بهترین آشپزهای غرب تهران. تیم مهدی پس دیگه فکر کنم برنده یه ایمازی. آقا موسوی هم خسته شده میگه بسه دیگه بریم خونه. شماره هفت یاد پسر رونالدو منو میندازه، ده جونیور رونالدو. تیم مهدی پس دیگه رو برده به بازی های فانتزی. اوه 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 آقای رافکا بغل زمین میگه بیا تو پاش. تموم شد. اوه نزدیک بود بخوره به کله آقای موسوی مصدوم بشه. ما اینجا تجهیزات هم نداشتیم اگه مصدوم میشد موسوی. آقای دشوار یه دقیقه. آقا یه دقیقه مونده دیگه. به نظر من دو گل و دیگه نمیتونه شده تو یه دقیقه جبلان بکنی. پسر رونالدو زد کجا؟ آقا تو پسر رونالدو شبیه بود. داده جر خوردم من قبل زدم. مهدی پس داداشم مهدی پس پیشمه. به قول یکی از به قول یکی از ورس های سمسنو من نمیدونم. میلاد داره یه جوری راه میره انگار یه ملت رو چیکار میکنی میلاد. فودیکو میخواد تیمش رو نو نفره بکنه، نمیشه. داور اجازه نمیده. دیگه چیکار دارید میکنید؟ شما باید حمله کنید دیگه. میگه به نظر من دیگه بازی تمومه. تمام دیگه آقا خسته شدم من دیگه. بابا دیگه همه رو گفتم. یا حسین کورنر. به نظر من این کورنر هم بگیم گل. چی؟ نه نمیشه کورنر آخر به نظر من. آقا کورنر آخر به نظر من گلر هم باید بره. علی دروازه‌بان برو. گفتم یه موبایل فروشی بزرگ تو علایدین داره. موسطره بابا بک توی دروازه. دیگه داره گریم میگیره. چیه ای فوتبال. 3-2 تموم. بغزم داره میگیره. خداحافظ برنابهو. خداحافظ آکادمی فوتبال. تا برنامه بعدی سر تکون زد. عجب گزارشی کردی پسر، خسته نباشی. خاک اصلا نمیشد آجی این بازی رو دیدم. این بازی رو دیدم همونطور یادشی افتادم جا. یاد زندگی خودم عقب میفتم. دوتا میزنم ولی سومی رو میخورم و میبازم. بله تش همینه. سه تا خود بعد دوتا شد اصلا. اشتباه میدونم در کل. حالا من زندگیمو اینجوری چیدم. همون تئوری نظرت کلن چی بود راجع به بازی؟ اینو خیلی تیم فودیکو یه جوری برگشت که باورت نمیشه. واقعا من با باورت اون گلر خیلی خوبی که دارن. آقا علی میشه علی رو کاری نشه باشه. علی دروازه اون یه گوشی قصه من داده گفته چه که احمد تعریف کنه نمیگیرم بقیه قصه. عزیز من شما همونطوری نیمه دومو نسبتا چطوری دیدی بازی؟ نیمه جذابی بود و فراتر از انتظارها. یعنی من انتظار داشتم که تیم مهدی پس حداقل دو سه تا دیگه بزنه و به نظرم صدشون رو نذاشتن. به نظر بدترین بازیکن تو تیم مهدی پس کی بود؟ بدترین نداشت. یعنی احتمالا یکی بوده که اصلا زیاد میلاد شما نمیشناسی لابد. آقا میلاد گفتم همون که بابا میلاد نمیشناسی تو؟ کدوم میلاد؟ همون که تعریف کردم پکیجش گفتم به آها چرا میلاد ولی خدا وکیلی من اشتباه گفتم شماره چهارشون بود. گفتم اوجوبه نظر را دیدی گفتم وینگر اینجوری اینجا هستم یه فراری که گفتم وینگرها اینجا در میارن ولی میگم خیلی بیشتر میتونه. ربکا چجوری دیدی؟ واقعا خوب بازی کرد. یه دو تا پا پاس گل آره. یه پای خوشگل عوض کرد. ربکا بود رابه نمیدونم ما نفهمیدیم چی نوشتن.
آقا مثل اینکه به گوش من رسیده، باید بریم اطلاعات نیمه دوم. نه درسته، درسته، نیمه دوم درست. یعنی صبر کن، 108 تا پاس دادن؟ بازی آخر بارسلونا دقیقه 110 تا بود. اینو جدی دارم. آقا پوزیشنشون 50-50 بود، یعنی برابر بودن با هم. سویه جان شما تو زندگی پنج... آقا اینو دست میزنی من متوجه نمیشم از این اینو بزنم. منم هستم. آقا بریم آمارو من بخونم سویل جان. یه دونه یه دونه بخونم بریم. شما بخون. پوزیشن رو شما بگو. پوزیشن 50-50. شوت 8 در مقابل 6 که 4 تاش برای تیم مهدی تو چارچوب بوده که آمار نسبتا خوبه، یعنی 50% از شوتاشون تو چارچوب بوده. این بازی آفساید داشتیم. ولی آمار تیم فودیکو در واقع بهتره چون 6 تا شوت زدن کلا، 4 تاش چارچوب بوده. نیمه دوم به نظرم تیم فودیکو اینا خیلی بهتره. علی دروازه‌بان شاید اگر ایشون نبود یه گلر تازه نفس کلا هیچی بود. تو گل به علی دروازه‌بان هیچ نگیریم. من راضیم. پاسس بازی پرپاسی رو داشتیم. پاس پاس 121 در 108 در سوید بازی کلن 4 تا سانتر داشت، یعنی بازی رو زمین بوده، پاسا زمینی بود. آجی 229 تا پاس داشته این کلن. سوید جان اون ماشین های پشت رو چجوری برانداز میکنی؟ یه ساینا یه سمند سمند میلاد شما اونجا میبینی. آقا پاس موفق تیم چیزینا فودیکو اینا 88 بوده، پاس موفق تیم مهدی 105 شده. رسیدیم به اون لحظه که باید یه تشکر بکنم از همون تئوری. مرسی که امروز اومدی دور سرت بگردم. دمت گرم. خیلی ممنونم ازت. لطف کردی با وجود پای مصدومت. با وجود پای مصدومت. بریم دیگه سراغ کنفرانس. به نظر چرا باختین و چیکار باید می‌کردین که نکردین؟ خب چرا باختیم که 100% تیمی که می‌بازه کمتر تمرین کرده و ما باید بیشتر تمرین می‌کردیم که بتونیم هماهنگ‌تر بازی کنیم که ببریم. به نظر نقطه قوت تیمتون چی بود که تونستید ببرید و حریفاتون باید ازش بترسن؟ نقطه قوت تیممون این بود که 4 تا از بچه‌هامون با هم دیگه یارن. بعد فوتبالیست واقعا با استعداد، یعنی جوونین، تونستن مثلا ماهایی که باهاشون ست نبودیم و راحت ست کنن، تیم واقعا هماهنگ شدیم با هم دیگه. به نظر مقصر اصلی چه بازیکنی بود؟ ما اگه بد بازی کردیم گروهی بد بازی کردیم، اگه خوب بازی کردیم هم گروهی خوب بازی کردیم، هیچ بازیکنی بد و بهتر نبود. به نظر فکر میکنی تو تیم نهایی با به چه تیمی بخورید؟ تو نیمه نهایی الان تیم بنیامین و حسین مونده. احساس میکنم که تیم حسین بیاد بالا اگه بنیامین ناراحت نشه. احساس میکنم تیم حسین بیاد بالا، نیمه نهایی به حسین بخوریم، فینال هم به امیر. به نظر مقصر اصلی باخت داور بود یا کلا چه نظری راجع به داوری داشتی؟ مقصر باخت داور نبود، ولی یه دونه از گلای، یعنی درست گل اولمون ما احساس میکردیم که آفسایده ولی حالا نگرفته بود. هرچی تصمیم داور بگیره حتما درست بوده. ما اشتباه میکنیم. چه صحبتی با هوادارات داری که کلی واسط کامنت گذاشتن و بهت انرژی دادن؟ دمتون گرم واقعا، دمتون گرم که تا آخر ویدیو دیدین. امیدوارم که لذت برده باشین و بریم سراغ قسمت بازی بنیامین و بعدش هم نیمه نهایی و فینال ما حضور داریم. مرسی از مهدی که این مسابقات رو ترتیب داد، دمش گرم، خیلی عالی بود همه چی. و مرسی از شما که این بازی رو تماشا کردید، دمتون گرم. خب اینم از کنفرانس بعد بازی. چقدر مؤدب، مؤدبانه، فوش به کسی ندادن. الان میتونم لیز بخورم بیام سمت. ببین من شیرجه میزنم عزیزم. این سهیل نقشه راهو داری؟ نقشه راه چیه؟ اینور جدول، جدول حذفی یا همون نقشه راه؟ فربود جان متاسفانه از مسابقات مسابقه شاید حذف شد. بنیامین مونده و تیم فلیم حسین و بازی تیم من در مقابل توتو تاینی. پیش بینی باید کنن. ببین که کیه بازی بعدی؟ پیش بینی کنید بازی بعدی کیه؟ جایزه داریم. جایزه داریم. آقا یه نکته. بازی شنبه است. بچه‌ها حواستون باشه، حتما حمایت کنید. دمتون خیلی گرم. این اینستاگرام. من اینو بگم. چه جوریه معمولی که میخوام بگم و میگی؟ چه جوریه؟ چه آقا اینستای پیج یوکاپو حتما فالو داشته باشید. گیو اوی استوری. شاید لایو بذاریم اونجا. وقت برنامه تموم شده. ما خدا هست. مشکلی نیست. چشم هم بذارید. سوزید.